بسم الله سلام عرض میکنم خدمت همه برادران و خواهران. دیشب گفتیم که تقوا وقتی که ما میوه درخت مسلمانی رو تربیت معنی کردیم. خوب توجه بفرمایید. گفتیم مسلمانی باید به اخلاق و تربیت و تقوا ختم بشه، پرهیزکاری، و اگر به این میوه نرسیم فایده ای نداره. کسی نماز زیاد بخونه، روزه خیلی بگیره و به احکام شرعی این چنینی، اصطلاحا بهش میگن احکام شرعی فرعی، از همون فروعات میاد، شاخ و برگ، به اینها خیلی پایبند باشه، اما در مرحله صداقت پاش بلنگه، در محبت با خلق خدا اونجا سنگدلی پیشه کنه. این که امیرالمومنین میفرمود که از پای یک زن یهودی خلخالش رو بودن. قدیما یه چیزی به پا میبستن، مچ پا، مثل علنگوهایی که الان خانوم ها به دست میکنن، موقع یه چیزی به وسیله تزئینی و زینتی بود به پا میبستن. شاید الان هم تو روستاهای طرفهای خوزستان اونورا باشه. هنوز سربازای معاویه حمله کردن به سرحدات، خلخال از پای اونم یه زن یهودی ذمی به اصطلاح بردن، نه حد که حرمتی کردن، نه آدمی کشته شده. میفرمود اگه یه مسلمون بر این قصه دق بکنه رواست، علامتی بر اون نیست. این از کجا؟ این از دل نماز روزه ها میاد بیرون؟ بله، از دل نماز روزه ها. اگر یک چنین غمخواری برای تک تک شهروندان یک کشور اسلامی پیش آمد و رهبرش همین جور قصه خورد و اظهار نگرانی کرد، وقت اون میشه امام معصوم، اون میشه شخصیتی که میشه از عمق جان او رو دوست داشت. و الا الان تو عربستان هم همه نماز بخونن، مسئولین نظام مقدس ما هم همه الحمدلله نماز بخونن و ما در نماز هیچ مشکلی نداریم، الحمدلله. خدا رو هم شکر میکنیم که همه نماز خونیم. اما به این میوه نرسیدیم، به این میوه تربیت و اخلاق متاسفانه نرسیدیم، و از این جهت خیلی راه داریم تا رسیدن به میوه های این درخت. و زمانی که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنه، این میوه ها رو میده دست مردم، و مردم میوه ها رو که ببینن وقت عاشق میشن دیگه. وقت کسی هست آقا یک گلابی خوشمزه شیرین آبدار خوش آب و رنگ دستش بدین و این نخواد، این دلش نخواد؟ کسی هست که انگور شیرین خوشتم بش بدین و ای بگه آقا من دوست ندارم؟ کسی هست شما یه حلوی پوسکنده آبداره که لبلوچه آدم آب میندازه، آب از تمام این وقتی پوست میکنی میریزه، بگه آقا من دوست ندارم اصلا؟ و اگه او از انسانیت مگر استفاده داده باشه؟ به همین جهت گفتیم که این مسلمانی باید به این میوه برسه، و این میوه هم از طریق محبت میرسه. مسیر تربیت گفتیم محبت. وقت با این بیان، اینکه قرآن میگه، هی میگه اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دوباره میگه این اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله معناش ترس از خدا گفتیم نیست. ترس گفتیم آدم از دو گروه میترسه، یکی از مار و عقرب و پلنگ و شیر و شتر وحشی میترسه، یکی هم از پادشاهان جبار و ستمگر، که اگه گفتی آقا بالای چشمت ابروه، این پادشاه اعصابش خورد میشه، یا اگه کسی دستور پادشاهی رو اجرا نکرد، حالا پادشاه ها خشمگین میگه در تاریخ مشخصه، چه تاریخ ایران چه غیر ایران، خشم به قول مولانا در اون داستان مثنوی از علی آموز اخلاص عمل، خشم بر شاهان شه و ما را غلام، میگه شاه شاهان، اونی که بر شاهانم شاهی میکنه دستور میده، خشمه، شاه شاهان خشمه، ولی ما خشم رو غلام خودمون کردیم، اسیر خودمون کردیم. خشم امیر ما نیست، بر بقیه شاهان امیره ولی بر ما اسیر ماست. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را من بستم زیر لگام. و
آن که از بادی رود از جا خسی است، زان که باد ناموافق خود بسی است. باد خشم و باد شهوت، باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. پس اتقوا الله یعنی چی؟ اینکه ما معنی میکنیم، شما ترجمه های قرآن رو ببینید، اکثرا معنی کردن از خدا بترسید، از خدا پروا کنید، ولی معنی درستش گفتیم یعنی بترسید از اینکه از چشم خدا بیفتید. وقتی رابطه عاشقانه شد بین ما و خدا، اون وقت همه دغدغه یک عاشق چیه؟ نکنه من یک کاری بکنم این معشوق دیگه به من توجه نکنه، دیگه من از چشش بیفتم، دیگه من اون جایگاه رو در دل او نداشته باشم، دیگه او مثل قبل من نگاه نکنه. همه تلاشش رو، همه همش رو به کار میگیره که احساس بکنه الان معشوقش اینو دوست داره. حتی معشوق لب بازه. شما وقتی پدرتون رو دوست دارین میاد خونه، احساس میکنین پدر تشنه است، همونجوری که نگفته شما میپرین یه لیوان آب میدین دستش. بابا و حتی ممکنه بگه نه عزیزم، من الان میومدم سر خیابون تو ماشینم یه مثلا بطری آب بود خوردم، دست در نکن. شما کار محبت آمیزتون رو انجام دادین. این که میگه و بالوالدین احسانا، احسان رو قبلا یه بار معنی کردیم. احسان یعنی نیکو کار کردن، نه صرفا کار نیکو کردن. کار نیکو این بود که اگر بابا گفت عزیزم آب بیار بپری بیاری، ولی نیکو کار کردن نگفته میاری. دیگه آدم حس کرد خدا از یه چیزی خوشش میاد که من اینجا این کارو بکنم، من اینجا دنبال پست نباشم، بذار پست دنبال من باشه، من نرم کاندیدای فلان مسئولیت بشم به خیال این که میخوام خدمت بکنم. تو خونت بیشین آقا، اگر احساس کردن میان دنبال شما. لازه حالا بگذاریم از این که علاوه بر این که میریم لابی هم میکنیم، تبلیغات هم برای خودمون میکنیم، دم این و اونم میبینیم، سیبیل این و اونم چرب میکنیم که آقا به ما رأی بدین، ما اینقدر خوبیم، اینقدر نازنینیم، اینقدر انسان بزرگی هستیم، اگه ما رأی بیاریم همه جا رو گل و بلبل میکنیم، همه زندگیتون رو یک شبه از فرش به عرش میبریم. اینا دیگه نرخ شاه عباسی روزگار ماست، گفتن نداره و وقت شما رو نباید بگیریم. اینه که با اون قله هایی که اسلام میگه خیلی فاصله. پس تقوا یعنی وقتی میگه اتقوا الله یعنی به پای کاری نکنی از چش من خدا بیفتی. تو محبت رو اگر چشیده باشی، ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. کسی یه ذره از محبت چشیده باشه، این اتفاق برای تو زندگیش میفته و رابطش با خدا دیگه رابطه خالق و مخلوق و رازق و مرزوق و علت و معلول و سبب و مسبب و این حرفا نمیشه. خواستم میگم این مزخرفات که زبونمو کشیده، دیگه این حرفا نمیشه. رابطه فقط یک رابطه است، یحبهم و یحبونه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، همونی که قرآن میگه. وقت تو رابطه رضوان و رضوان من الله اکبر، تو اون آیه میگه تو بهش خیلی نعمت ها هست، ولی و رضوان بالاترین نعمت بهش رضایت من خداست. نه تنها من از اونا راضیم، اونا هم از من راضیم. حالا شاید توی جلسه گفتیم که عشق همیشه دو طرفیه. پسره بگه من عاشق این لیلا خانم، همین میخواد سر به تن من نباشه. مریم خانم بگه من عاشق این آقا رضا، ولی این اصلا منو دوست نداره، اصلا اشتباه میکنه خانم. آقا مگه میشه اصلا عشق یک طرفه ما نداریم؟ چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی، اگه مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلا از او شوریده تر بی. و قولم دادیم که یک شب راجع به این و این که اصل جرقه عشق آیا از دل عاشق زده میشه یا از لبخند و نگاه معشوق، اونم طلب دوستان که همین دو سه شب باقی مونده از ماه مبارک عرض خواهیم کرد. ولی این نکته رو امشب تمام بکنیم که پس تقوا با این نگاه میشه مراقب بودن برای اینکه از چشم او نیفتادن. و اگه گفت تقوا پیشه کنید، یعنی از او پروا کنید. شرمتون باد که اگر جایی که او هست، جایی که او داره نگاه میکنه، جایی که او به شما این همه لطف کرده، شما بخواین خلاف دستور او عمل بکنید. این نگاه
دقیقیه به تقوا. واقعا اینو همه میفهمن، کودکان خوردن فهمش میکنن، بچه‌ای که آغوش پرمهر مادر رو میفهمه میفهمه، تا لیلی و مجنون، تا فلاسفه، تا عرفا، تا حافظ، سعدی، مولانا، همه اینو میفهمن. که تو مگو وقتی مولانا راجب دعا حرف میزنه میگه هم دعا از تو اجابت هم ز تو. دعا رو که ما میخونیم میگه نه، اونم او انداخته به زبون ما. فتلقى آدم من ربه کلمات، حضرت آدم پیغمبر بود بلد نبود بگه الهی استغفر الله، منو ببخش. تلقى کلمات، کلماتی رو از خدا گرفت و با اون کلمات توبه کرد. یعنی چی؟ چه کلماتیه اینها؟ چه واژونم کلمه ای که شب عرض کردیم، نه این کلمه ای که ما میگیم، در یک کلمه است، دیوار یک کلمه است. خیلی حرف اینجا هست. و نکته بعدیش هم این میشه، اون وقت وقتی میگیم به کسی میگیم تو با تقوا باش، یعنی تو از همه بیشتر محبت داشته باش. ریشه یکی از بزرگان بررسی کرد که ریشه تمام صفات خوب چیه. شما یه مجموعه از صفات خوب رو و یه مجموعه از صفات، الان تلویزیون روشن بود، اخبار شبکه یک ساعت 9 رو میداد، 10 تا خبر اول همش راجبه بگیر و ببند بود و قوه قضاییه، اینو گرفتیم اعدام کردیم، این خانم و آقایی که در نظام خودروسازی اخلال کرده بودن حکم اعدامشون زن و شوهر. ما ناراحتیم، ما از اینکه یک زن و مرد جوانی که وقتی عقد و پیوند زناشویی بستن میخواستن خوشبخت بشن و آرامش برسن، هنوز در میانه راه بگیرن جفتشون رو اعدام کنن، چهرهشون تو تلویزیون نشون بدن، دو طایفه‌ای که به این دو نفر متصلن همه سرفکنده بشن، هر جا برن دیگه نتونن تا سالها سر بلند کنن که بگن این پسر ما بوده، این دختر ما بوده، این برادر ما بوده، این خواهر ما بوده، این لذت نداره که، این سرفکندگی داره، این شرم داره. ما چه کردیم؟ چه زمینه‌هایی پیش آوردیم این کار به اینجا رسیده؟ امیرالمومنین، من چند بار عرض کردم تو این برنامه که به مالک تو عهدنامه میگه، میگه وقتی متخلفی رو میخوای مجازات کنی ناراحت باش، لبخند نزن، بالاخره ما این متخلفین رو گرفتیم، نداداش. یه انسانیه که ببین کجاها خود شما مسئولین سیاستگزار کلان کشور از بالا تا پایین کجاها اشتباه کردین که یه همچی انسانهای اینجا به وجود آمدن. ریشه ها چه بسا در خود شما هاست، در خود سیاستگزاری اشتباهه. اگر قرار محاکمه بشه، ترسم به روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. من یه وقتی در یکی از سخنرانی ها گفتم روز قیامت دو تا اتفاق میفته، یکی مقصرها معلوم میشن، یکی میزان تقصیرها. روز تقسیم تقصیره. اگر این بچه من خلاف کرد، من هم در خلاف او سهمی دارم. تقسیم میکنن که کیا سهم داشتن، رهبر یک جامعه چقدر سهم داشته، رئیس جمهور یک جامعه چقدر سهم داشته، وزیر چقدر سهم داشته، آخوندها چقدر سهم داشتن، حوزه علمی مربیان چقدر، معلمان چقدر، پدر و مادر چقدر. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و من، که قرآن میگه اون روز همه از هم فرار میکنن، چون سهم تقصیرها معلوم میشه. که هر کسی، چه فقط این مجرم نبوده، که فقط این نبوده خلاف کرده، ما اینجا بایستی اون دادگاه عدل الهیه که سهم همه رو مشخص میکنه و سهم خوبی ها رو مشخص. اگر این بچه انسان شریف و خوبی شده، اگر این شهروندان شهروندان وظیفه شناسی شدن، اگر این حضور شما عرض کنم دانش آموز دانش آموز خوبی شده، کیا در خوبی او سهم داشتن؟ به اونا سهمشون رو میدن، از اونها تشویقشون رو به عمل میارن، امتیازات رو. که این فقط نبوده، که اراده او نبوده، این معلم چقدر خون جگر خورده، این مادر چقدر زحمت کشیده، این پدر چقدر تلاش کرده، اون مسئول آموزش پرورش چقدر نشسته برنامه ریزی کرده، اون نمیدونم مسئول اقتصادی به خاطر اینکه مشکل اقتصادی پیش نیاد. در یکی از این کشورها من بودم، واقعا اصلا در مدارس اینجا چیزی به نام فراش مدرسه و بابای مدرسه ما نداریم. خب مدرسه رو کی نظافت؟ خود بچه ها، خود معلم ها، خود مدیر ها.
هفته یه روز معلم و مدیر و بچه ها کارشون فقط نظافت مدرسه است، که این بچه از همون کودکی یاد بگیره که فقط کار تو درس خوندن نیه، هی بخونی و به قول این جوان ها خرخونی بکنی تو بشی آقای مهندس آقای دکتر بعد به همه فخر بفروشی. تو از همین کودکی باید مسئولیت زندگی هم سرت بشه، نظافتت هم پا خودته، مسئولیت جمع و جور کردن و نظمت هم پا خودته، نه بریزی و بپاشی و بخوری و ببری مامانت فقط اینجا مثل کلفت خونه برات هی فقط نظافت کنه. الان تو خیلی از خونه ها به در مادرها هستن بچه ها رو اینجور ناز برورده. عزیزم تو دست به هیچی نزن، من برات همه کار میکنم، تو فقط بشین فیزیک بخون ریاضی بخون که سنتی شریف قبول شی، مردشور این قبول شدن ها رو ببر. ما هم چیزی نداریم. پیغمبر فرمود 7 سال بچه امیره، الولدو سیدون یا الولدو امیرون سب اسن، 7 سال دوم فرمود عبده و ولولدو عبدون سب اسن. یعنی چه عبده؟ یعنی مسئولیت باید بهش داد، کار بهش داد. مسواکش رو باید خودش بزنه، حواسش جمع باشه، بدون مسواک به رخت خواب نباید بره، درست هم بزنه، نظافتش با خودشه، نظم اتاقش رخت خوابش خودش جمع کنه، بشقابش هم خودش تا حدودی ببره یه جایی بذاره. بله حالا مامان میشوره، نمیگیم تو هم بشقابت هم خودت بشور، مامان لطف میکنه زحمت میکشه، البته الان که ماشین بخشویی و ظرفشویی و اینا میشورن، ولی جمع و جور. ولی این بفهمه که این بشقابش هم خودش باید بذاره بالای این سکوی آشپزخونه، این نمیدونم اتاق چی جورابشو پرت نکنه، شلوارشو هر جا نندازه، بعد بیاد خونه ببینه همه چی نظم و نظامش سر جاشه، من پرت میکنم مامان میذاره تو جالباسی، بابا میذاره تو، اینا حرفا نیست. و اگر اینجوری تربیت کردیم جامعه رو، دیدین دیگه بعضیا که انسانهای بسیار فهمیده نجیب شریفی هستن، میگه ما اینجوری تربیت نشدیم، ما رو اینجوری تربیت کردن، یعنی پدرمون مادرمون محیطمون تبلیغاتمون معلممون، اینها خیلی مهمه. حالا این بحث اینجاست که ریشه همه صفات خوب چیه؟ عبودیت، نمیدونم بعضیا میگن عبودیت، بعضیا میگن ریشش کرامته، بعضیا میگن ریشش عقله، بعضیا میگن ریشش عرفان. حافظ و مولانا و سعدی و اینایی که تو این مکتب درس خوندن میگن نه، ریشه همه چی باز محبته. اگر تو انسان رو دوست بداری رشوه نمیگیری، تو یهو پولشویی نمی کنی، تو اختلاس نمی کنی. اصلا یک کسی میگو این حجابی که اسلام برای زن لازم دونسته، این ریشهش محبته. یعنی خانم تو زیبایی، جذابی، تو دلبرویی، هوس انگیزی، تو وقتی اونجوری برهنه نیمه برهنه میایی با یه تنازی و این مرد اذیت میشه دیگه. خدا یه نقطه ضعف در ما مردا گذاشته، شاید دوتا، یکیش راجع به زنه. مردا نگاه نکنیم با این همه اهن و طلب و بازوان ستبر و صدای خشن و نعره و عربده، اینا در مقابل زن بسیار ضعیف. چند سال پیش دوستان امریکا دیگه بهتر از ما میدونن، رئیس جمهور امریکا و با اون اهن و طلب و 60 سال 60 و چند سال سن، اینم یه مثلا چشم ابرویی اون خانم مونیکا چیچی بود، منم تو اینترنت دیدم جای خواهری چشم ابرویی بدی نداشت، بالاخره این بیچاره در مقابل اون منشی، اینم بنده خدا بند دلش از دست رفت، بند و آب داد. و به زن میگه تو به این مرد رحم کن. ما مثلا کلمه رحم داریم دیگه، مگه نداریم؟ تو رحم کن، اینقدر جذاب ظاهر نشو در مقابل اون. تو اگر خیلی خودت رو آراستی، خیلی با تنازی و ناز و عشوه اومدی، بیچاره دلش از دست میده، این انان اختیار از کف میده، حسن مهرویان مجلس به قول حافظ گرچه دل میبرد و دین، دل و دین اینو میبری. تو به این رحم کن، درسته به تو فشار میاد. حالا یه شبی بحث خواهم کرد که محبت همین نیست که من بگم مامان عزیزم فداتون بشم، I love you، I miss you، I see you، اینا نیست. محبت اگه کسی خواست اهل محبت باشه خیلی بهش فشار میاد. اثبات این که من به راستی شما رو دوست دارم اگه کار ساده ایه، اگه به زبونه، گواه عاشق صادق در آستین باشه،
اینقدر مشکله که اون وقت میرسیم به جایی که میبینیم عجب ما تا حالا هیچ که واقعا دوست نداشتیم، خیال میکردیم خودمون رو دوست داشتیم، خودمون هم دوست نداشتیم، چون یه بلایی هم سر خودمون آوردیم. میگن سلمان، جناب سلمان یا ابوذر، یه کسی اومد گفت آقا یه نصیحتی به من کن، گفت اونی که از همه بیشتر دوستش داری به او ظلم نکن، به او جفا نکن. تعجب کرد گفت آقا یعنی چی؟ من مگه میشه کسی رو بیشتر از من؟ گفت کیو بیشتر از همه دوست داری؟ گفت خب خودم و همه هم در سایه خودم. گفت به اون ظلم نکن. تو وقتی یک خطایی میکنی، تو وقتی با دندونت بادوم مثل سنگ رو میشکنی، تو الان داری به دندونت ظلم میکنی. وقتی مسواک نمیزنی، نخ دندون به کار نمیبری، تو داری به دندونات ظلم میکنی. نمیکنی آقا. تو وقتی غذای بد میخوری، ورزش نمیکنی، استرس بی خود داری، غم و غصه داری، به خودت ظلم. من که معتقدم ما ایرانی ها روز قیامت نصفیمون رو به عنوان خودکشی میارن برای محاکمه. خدا من خودکشی نکردم، من یهو سکته کردم. میگه از بس غم و غصه های بی خود خوردی سکته کردی. کی بده گفت غذای بد خوردی تو قرار بود تا 20 سال دیگه زنده بمونی، از بس تغذیت خراب بود تو 20 سال جلوتر از دنیا رفتی. بعد رانندگی کردی با این ماشین پراید آلت قتاله، تصادف کردی، مردی. تو پس در واقع اینو خودکشی کردی. خودکشی فقط نیست که آدم بره یه تناب بندازه گردنش. ما اگر فهمیدیم واقعا محبت یعنی چی، ریشش چیه، آثارش چیه، عوارضش چیه، موانعش چیه، عوامل تحکیمش چیه، عوامل محافظ، میگفت که وقتی مثلا حالا اینجور دیگه ما معنی میکنیم دیگه، چون حافظ من همیشه گفتم مثل یک ظرفه، یک ظرف بلورین بسیار زیبا کریستاله که از نگاه به اون ظرف چشم شما سیر نمیشه، منتها تو این ظرف هر کی میتونه هر چی بریزه دیگه. یکی توش آب میریزه، یکی توش گلاب میریزه، یکی توش شراب میریزه، یکی توش گنداب میریزه، هر کی میتونه هر چی بریزه. این ظرف رو ولی داده خودمون، ظرف خیلی زیباست. میگه وقتی میگه مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم، میگه وقتی من به تو محبت دارم، هر چی که بیشتر با تو هستم محبتم زیادتر میشه. این زندگی هایی که به نفرت میانجامه از عشق شروع شده، معلوم از اول هم عشق نبوده، چون اگه عشق بود که عشق کم نمیشه. که بیت خیلی خطرناکی داره که میگه در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. تازه بعد از مرگ اول مسیر عشق و عاشقی های واقعی شروع میشه. که ببینیم کی راست میگفته. راست راستی عاشق خدا بوده، خدا رو دوست داشته واقعا. در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. خیال نکنید تمام اینا که خودکشی میکنن خیال میکنه ما از شر دنیا و گرفتاریاش خلاص بشیم. نه، تازه اول گرفتاریای شما شروع میشه. و اونایی که واقعا عاشق بودن اول مزه عشق رو اونور میچشن، اول وصال دیگه. یه جایی داره که باز حافظ میگه که این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. یه مثلا عاشق لحظه مرگم، چون اون لحظه است که من جمال معشوقم رو میبینم. میگن فلانی جان به جان آفرین تسلیم کرد. تسلیم کردن میگن آقا سفیر فلان کشور استوارنامه خودش رو به آقای رئیس جمهور تسلیم کرد، یعنی رفت تو محضرش، او رو دید و دو دستی بده. ما دو دستی قرار این جانمون رو تسلیم کنیم به جان آفرین. خود ببینیمش رو تسلیم کنیم دیگه، نبینیم که نمیشه. که میگه اون لحظه، لحظه وصال من. امیرالمومنین به اون حارس همدانی هم که فرمود که یا حار همدان من یموت یرنی، هر کی میخواد از دنیا بره اون لحظه منو میبینه، من اون لحظه میام بالا سرش. اگر انسان شریفی بوده من اونجا با لبخند میام و او رو در آغوش میکشم، و اگر انسان ناشریفی بوده که ممکنم بیام ولی با اخ میام. لا ینظر الله الیهم، خدا تو قرآن یه آیاتی داره به این مضامین که دیگه من نگاه بد نمی کنم، برو از چشم افتادی. و همین جهت اگر خواستیم ریشه همه صفات خوب، اگر یه جایی شما گذشت میکنی برای محبت، گرون فروشی نمیکنی برای محبت، اگر دروغ نمیگی چون دوستش داری،
یه وقتی راجع به ازدواج صحبت میکردیم که دو پایه ازدواج بر این دو پایه شکل میگیره و بر همین دو پایه هم ادامه پیدا میکنه. مثل تاب خوردن، بچه بودیم تاب میخوردیم، تاب بازی، تاب دو تا تناب داشت، شما هر دو تناب رو میگرفتی رد میشدی، یکی رو بگیری دور خودت میچرخیدی. ازدواج هم همینجوره، یک تابیه که دو تا تناب داره، یکیش عشق دوستیه، این زن راستی شوهر رو دوست داشته باشه، شوهر راستی زن رو دوست داشته باشه. دومیش چیه؟ بعضی میگن دومیش آقا صداقت. نه دیگه، صداقت نیست. بخاطر اینکه شما وقتی واقعا دوست داشته میگیش کسی رو دوست داشته باشه بهش دروغ بگی امکان داره؟ از دروغ میگی که دوستش داری، دوستش نداری. آقا صبوری، تحمل، نه کسی دوست داری سختیاش هم تحمل میکنه. آقا نمیدونم گذشته، کسی دوست داری شما گذشته هم میکنی. حالا یه شب اومدی خونه، خانم غذا بد درست کرد، شور شد، کال شد، تحمل میکنی، داد نمیزنی، عصبانی نمیشی، گاز کوزه رو هم نمیریزی. از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه ها مل میشود، از محبت. این آقا یه وقتی بعضش خوب بود، حالا یه جوری مشکلات اقتصادی پیش اومده، بوزاش به هم ریخته، خانم صبر میکنه زود. بعضی خانم ها دو تا قانون تو زندگیشون هست، درخواست، اگر نشد دادخواست، هی درخواست، اینو بخر اونو بخر، اینو چی اون چی، اگر آقا نتونست بعدم دادخواست طلاق. محبتی نبوده که، یه زمانی گهی زین به پشت و گهی پشت به زین یا پشت زین. یه زمانی من بعضم خوب بوده خانم، حالا به هم ریخته، حالا مشکل پیش اومده، حالا تحریم شدیم، حالا کرونا اومده، کاسبی کساد شده، تو چرا قهر کردی، چرا رفتی خونه بابات، بمون دیگه، صبر کن تا انشالله دوباره روزگار بگذرد، این روزگار تلختر از زهر بار دیگر روزگار. چون شکر یه وقتی ما معروف بودیم، حالا گمنام شدیم، یه وقتی سالم بودیم، حالا یه خورده مریض شدیم، یه وقتی خوشگل بودیم، حالا تک و تا افتادیم. اینا تمام آثار اون محبت. شما هر صفت خوبی، عمل به وعده، ریشه چیه؟ من اگر شما رو دوست دارم، وعده‌ای که بهت دادم بهت عمل میکنم، بهش عمل میکنم. دوست ندارم، نه خلف وعده میکنم. اگر دوست دارم، به وعده‌ای که نتونم عمل کنم نمیدم اصلا. ولذا گفتن تمام دیگه، این دقیقه پایانی مزاحمت ما، تمام صفات نیک، تمام صفات خوب به محبت برمیگرده و تمام صفات بد به بیمحبتی برمیگرده، به نامهربانی برمیگرده. به همین خاطر بارها گفتیم خداوند در رأس همه صفاتش رحمت رو آورده، رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم، چون همه صفات از رحمت منشعب میشه، همه زیر شاخه و زیر مجموعه اونه. تقوا هم یعنی همین، یعنی من به رحمت تو، به رحمت حافظ میگفت، به رحمت سر زلف تو واسقم، ورنه کشش چون نبود از اون سو چه سود کوشیدن. این رحمت توئه که حتی جهنم رو میگن اثر رحمت. یادتون هست یک شب گفتم، میگن آقا پس چرا خدا غضب داره، جهنم داره، بزن بگیر داره، داغ و درفش داره؟ این اون روی سکه محبته. به اندازه ای که شما این بچه یتیم و دوست داری، اگر کسی به او ظلم کرد ناراحت میشی. به اندازه ای که این کارگر زحمت کشو دوست داری، اگر کسی داره حقشو میخوره میبری محاکمش میکنی. به اندازه ای که شهروندان یک کشور رو دوست داری اجازه نمیدی یک صنعت ناسالم برای او وسیله بسازه، وسیله نقلیه بسازه. به اندازه ای که حاکمان مردمشون رو دوست دارن، به اونها سرویس میدن و به از اونها پذیرایی به اصطلاح تولیدات داخلی میکنن، به اون اندازه این مشخص. اگه واقعا حاکمان ما مردم واقعا دوستن، اصلا نمیذارن صنعت چیزی به نام پراید تو این کشور تولید بشه، این اعتقاد دارن، چون خودشون که سوار نمیشن. از بالا تا پایین شما یک مسئول پیدا کنید که پراید سوار بشه، مگر یه جایی برای کلک، برای یکی از این مسئولین اسم نمیبرم ولی خبر قطعی دارم، پراید داده بود. اون موقع که پراید 7 8 میلیون بود، 50 60 میلیون خرجش کرده بود، ضد گلولهش کرد با پراید این برام. خب این که متاسفانه ریاکاریه که صد رحمت به اون عرق خور باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. نداداش چون سوار همون بی ام و بشو، من بیشتر اون وقت میتونم با تو نزدیک بشم تا این ریاکاری های اینجوری.
تمام اینها ریشهش میشه محبت و مهربانی که خودش رو با بقیه. گاندی راست میگفت، چون همون لونگی رو تن خودش میکرد وقتی با استعمار انگلیس در افتاد، به مردم میگفت آقا از صنعت داخلی استفاده کنیم که ما گدای اونا نشیم. خودش نخریسی میکرد، با دوک خودش اون لونگ رو خودش درست میکرد و خودش تنش میکرد. راست میگفت این رهبر صادق کشور هند این راست میگه. اما من بیام همین جوری به خیال خودم یه چیزایی بگم و بعدم بگم که آقا ملت بزرگ ایران چی ملت کجای ملت، با سخنرانی که نمیشه که، در عمل و عمل کار براید، سخنرانی و سخندانی نیست. و از خدا میخواهیم که در وادی محبت ما رو هم وارد بکنه و هم آثارش رو به ما بیاموزانه. خیال نکنیم یه عمری با محبت، نماز با محبت معنی داره، روزه با محبت، ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. اینا بی خود که این شعرها گفته نشده و بی خود 700 سال 800 سال 1000 سال ماندگار نشده. همه دوستان رو به خدا می سپاریم و سلام.